شیخ صالح احمد لازاری از علما و مبلغین مطرح منطقه غرب و جنوب آفریقا ضمن حضور در سالن اجتماعات عتبه حسینیه با جمعی از طلاب و فضلای آفریقایی مقیم عراق دیدار و گفتگو کرد. وی با اشاره به اینکه موضوع اربعین به عنوان گرد همایی جهانی و قدرت نمایی شیعیان بر کسی مخفی نیست، درباره ابعاد مختلف پدیده عظیم اربعین حسینی و آثار آن در جامعه اسلامی سخنانی بیان کرد و سپس با بررسی نقش محوری اربعین حسینی در ایجاد شور و امید در میان جوامع افزود، مطالعه و درک سیره و منهج امام حسین علیه السلام و درک واقعی کربلا میتواند به عنوان نقشه راه در خدمت انسانها و نسلهای آینده قرار گیرد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان برای شرکت در یک کنفرانس بین‌المللی در 3 تا 6 نوامبر 2022 به کشور بحرین سفر خواهد کرد. ماتیو برونی مدیر خانه مطبوعات سریر مقدس در بیانیه ای افزود پاپ از منامه و اوالی به مناسبت مشارکت در مجمع گفتگوی شرق و غرب برای همزیستی انسانی بازدید می کند. نمایشگاه دو روزه بزرگداشت دستاوردهای زنان مسلمان در موزه سالاریونگ حیدرآباد در تاریخ اول و دوم اکتبر توسط بنیاد روش‌های یادگیری فکری ILM با همکاری گروه مؤسسات آموزشی شاهین برگزار می‌شود. این نمایشگاه با هدف آموزش مردم عادی در مورد دستاوردهای خیره کننده زنان مسلمان برگزار خواهد شد. برنامه‌ریزی‌های برای تبدیل اذان به یک رویداد هفتگی در روزهای جمعه در شهر استوکتون واقع در ایالت کالیفرنیای آمریکا ارائه شده است. متولیان مسجد از شورای شهر استوکتون درخواست کردند تا هر جمعه که یک روز مقدس برای مسلمانان است، صدای اذان از بلندگوهای مساجد پخش شود.